دشتی رو و بازتابی رو و من دارم میرم استخر. کامران اومد بگو تا ساعت ده برمیگرد. تاثیرات منفی بگذاره بزن تاثیرات مثبت. آقای دکتر آزمان کارما اصلا یعنی چی؟ اساسا کارما یعنی بازگشت هم. بله. و شما هر چی رو میزنید یا هر عملی رو میزنید باید منتظر. بله. سلام آقا، این وسایلی که سفارش دادین کجا میارن؟ آدرس رو پیدا نمیکنم که. کدوم وسه؟ بابا همین کامپیوتر اینا که سفارش دادی از مرکز کامپیوتر دیگه. چه کامپیوتری؟ من چه میدونم تو این کارتونا چیه؟ یه ساعته دارم دنبال نشونید میگردم. خب نشونی درست حسابی بده دیگه، بابام در اومد. یادداشت کن. بولوار قائم میدان 29. بله ممنون. از کاشف دو به کاشف یک. از کاشف دو به کاشف یک. کاشف دو بگوشم. جام سرگرد مستنظر باشید. شهاب هاشمی بعد از یه تماس که از تلفنمون میگرفت داره میره به سمت آدرس این آقای فریبرز صادقی. شما چه دستوری میفرمایید؟ فقط تعقیب و مراقبت کاشف دو. وارد عمل نمیشی تا بگم. مفهوم بود؟ بله بابا. تمام. باور کن من چیزی نمیدونم اصلا. از این ماجرا که تو میگی من روح هم خبر نداره.
نشنیدم. گفتی کامران کجاست؟ مرکز خسته نباشید. سوابق این شخص مورد نظر رو درآوردین؟ ببین من فریبرز نیستم. چند بار بگم من فریبرز نیستم. فریبرز اگر میخوای زنده بمونی باید حرف بزنی. وگرنه ناچارم کلتو عین یه گنجیشک بکنم. تو چرا باور نمیکنی؟ من فریبرز نیستم، من علیرضام، دوست فریبرز. فریبرز رفته سرخینم، کارت شناسه اینه. بردار نگاه کن. پس تو کدوم آشغالی هستی؟ اینجا چی کار میکنی لعنتی؟ جرمش چی بوده؟ نفوذ به یک سایت کرواتر غیر عام تشخیص داده شده. چه سالی؟ 34 ماه پیش جناب سرگرم. ممنونم، تمام. از کاشف دو به کاشف یک. کاشف دو به گوشم. قربان مستظر باشید، من الان در موقعیت منزل مسکونی فریبرز صادقی هستم. شهاب هاشمی هم چند لحظه پیش وارد منزل شد. به زور وارد شد؟ چیزی که من از دور دیدم خیر. خیلی خوب. احتمالا این همه با هم همدستن. اون خونه هم یکی از خونه های امنشون باید باشه. الو پلیس 110. آقای اطلاعیه داده بودین راجبه جنایتکاری به نام کاظم، نمیدونم جمشید کاظمی، درسته؟ آقا این جنایتکار الان تو ساختمون ماست. بله من که جعفریم. آدرس رو یادداشت بفرمایید. گفتی فریبرز رفته سخت؟ فقط وقتی کامران برگشت بهش بگم تا ساعت ده برمیگرده. بیا ببین، من شماره کامران رو میخوام. بهش زنگ بزن بگو با کامران کار واجب داری. شماره کامران رو بگیر. ببخش اذیت شد. بگیر. ضمن در جریان باشید که سوابق فریبرز صادقی هم درآوردیم. یک بار به خاطر نفوذ سهمی به یک سایت اخطار گرفته. جالبه. تاریخ اخطار هم درآوردین؟ بله، حدود 3 سال و نیم پیش. هیچ بعید نیست این جوان اون موقع از همکارای جمشید کاظمی بوده باشه. کاشف دو، خیلی مراقب باش. فکر کنم سرنخ خوبی پیدا کردی. بله قربان. از کاشف دو به کاشف یک. قربان شما نیرو فرستادین اینجا؟ نه من کسی رو نفرستادم. چی شده مگه؟ همین الان دوتا ماشین آژیرکشون اومدن ریختن تو خونه. بپر رضا سریع برو جلو خودتو معرفی کن، نظر کنترل شده در دستمون خارج شه. الو هیچ معلوم است تو کجایی؟
خیلی خوب، حالا خوب گوش کن چی میگه. پلیس ریخته تو خونت، اینجا دیگه امن نیست. خودتو برسون کوچه پشتی، منم الان میام. چیکار میکنه؟ اون خونه رو فراموش کن. یعنی چی؟ من داشتم راه میافتادم، علیرضا هنوز خونه بودا. علیرضا رو فراموش کن. تو فردا صبح پلیس هویت تو رو کاملا شناسایی میکنه. فردا دیگه دنبال تو هم هست. چرا؟ مگه من حوصله‌مو سر میبری؟ مثل بچه ها رفتار میکنه. اصلا چه معنی میده علاکی علاکی پلیس بیاد؟ الکی شاید جایی تو رو شناسایی کردم. از شر این ماشینم خلاص میشی. فکر قایم کردنش هم نکن. نمیدونم بفروشش بفرسه شهرستان. بعدشم یه خونه پیدا کن توی محله شلوغ پر رفتار، یه خونه هم همون نه به نام خودت. گرایش هم مهم نیست، فقط فوری. عمران من چه سلامو سر میبری مرد؟ چقدر حرف میزنی؟ نگردار پیاده میشم. یه کارت اعتباری واسه خودت میخوام. به نام خودت هم نباشه، شمارشو برام اسمس کن، من با تو تماسم. مراقب رفتارت هم باش، هیچ کاری بدون هماهنگی با من انجام نمیده. سوال؟ یه صد میلیون تو این حسابه بونده، چیکار کنم؟ فردا برم تخلیهش کنم؟ اون پولو فراموش کن. صد میلیون پولو بیخیال بشم؟ یه جوری حرف میزنی انگار براش بیل زدی. تا بعد. نظرت چیه عطایی؟ داشتم فکر میکردم اینجا میتونه آخرین لونه ای باشه که جمشید کاظمی توش بوده. مسلماً اثری ازش تو خونه پیدا نمیکنی. اینجا یا یه خونه امنه که شهاب برای حذف یه عنصر مهم اومده اینجا. ببینم که کاظمی اینجا زندگی میکرده، شهاب اومده سر وقتش. اما چیزی که میدونیم اینه که شهاب دنبال فریبرز صادقی اومده بوده تو این خونه. ولی هویت مخفی که چیز دیگه ای میگه. مستندسازی کردین؟ اثرا رو برداشتین؟ بله تمام شد. این دفعه تو زودتر از من رسیدی بهروز. سلام. 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 خوبی؟ پیگیر پرونده جمشید کاظمی بودیم. از اینجا سر در آوردیم. بیا. عجب. پس یه قتل دیگه هم رفت تو پرونده. آره. می‌خوای دایره‌مون رو عوض کنیم. علیرضا بیانی. چرا؟ باید تصمیم چیزی خفش کردن نه؟ قطعا تصمیم فلزی نبوده چون خیلی سخت کشیده شده. تنابی یا یه نخ محکم چه میدونم، شاید هم یه چیز مثل بنده کفش. خب چی داریم؟ سربان عطایی دنبال قاتل بوده، شهاب هاشمی. اگه پلیس سر ده نرسیده بود کف مشتمون بود. پلیسو کی خبر کرده؟ پیگیری کردم، گفته همسایه است. همسایه؟ ببینم با همسایه صحبت کردی؟ تحقیق کردم قربان، تلفن کننده از ساکنان ساختمان نبوده. بعید نیست کار خود جونورش باشه. عطایی ببین اون لپتاپ اثر برداری شده، ببریمش اداره. بله چش. اینو که زیر رو کردم، چیز دندونگیری توش نبود. تقریبا مطمئن بودم، بعید میدونم که اون لپتاپم چیزی باشه. البته این هارد هم هست. با آنالیز مجموعه اطلاعاتی که تا امروز داریم میشه نتیجه گرفت ما با یه تشکیلات تروریستی و جاسوسی طرفیم، چون دارن از تکنولوژی استفاده میکنن که بیشتر دولت‌ها از اون برای حفاظت از اطلاعاتشون استفاده میکنن. خب عطایی بگو. علی‌رغم این که تو این مدت رو فرکانس‌های آفلاین متمرکز شده بودیم، ولی عملاً چیز زیادی به دست نیاوردیم. فقط یه کلیپ تصویری. اونم اگه منظورتون ویدیو سپهر مدنیه که اصلاً کد نشده بود. همین دیگه. همین که کد نشده به نظر میرسه با هدف‌گذاری سازمان مغایره. تو
توی تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که جمشید کاظمی هم توی کار دانلود و دیکد کردن اطلاعات این سازمان بوده. حالا با توجه به مضمون چتی که جمشید کاظمی و سپهر مدنی با هم دیگه داشتن که بهش هشدار داده مراقب خودت باش، من فکر میکنم که میشه اینجوری نتیجه گرفت که اصلا این فایل توسط جمشید کاظمی دانلود و دیکد شده و رونت قرار گرفته. خب چرا؟ چرا باید اطلاعاتی که همه تلاش میکنن به صورت رمز و پنهانی رد و بدل شه، اینطوری علنی در اختیار همه قرار بگیره؟ من همین الان دو سه تا دلیل براتون میارم. اول اینکه جمشید کاظمی به این وسیله به بالادستیاش ثابت میکنه که اطلاعات کد شده اونها مسئول نیست و میتونه اونها رو دیکد کنه. دوم اینکه به سپهر مدنی هشدار میده که بیشتر مراقب خودش باشه. آره اصلا به این موضوع مستقیما توی چت اشاره شده. ولی من فکر میکنم اصلا این عمل کامران یه جورایی میتونه به رخ کشیدن تواناییش هم باشه. اینا که میگین درسته بچه‌ها. الان ذهن من درگیر اینه که با این همه نیروی زبده، با این تجهیزات به روزی که ما داریم چرا چیزی دستمون نمیگیره؟ کسی دلیل فنیشو داره؟ قربان، نرم افزارهای دانلود آفلاین ما فقط میتونن فایلایی رو سیو بکنن که پسوند مشخصی دارن. فایلای هارد سپهر مدنی پسوندی نداره. همین. کلید ماجرا همینه غلامی. وقتی فایلی رو نرم افزار نشناسه سیوش نمیکنه. بله. و اونو تو فولدر تمپ قرار میده. آفرین. پس احتمال داره بتونیم یه سری اطلاعات خیلی مهم از فایلای تمپمون به دست بیاریم. مهران، فایل تمپ چقدر داریم؟ قربان، ما 2 ترابایت به فایلای تمپمون اختصاص دادیم. الانم پره. آخ آخ. اینجوری ممکنه خیلی اطلاعات از دست داده باشیم. مهران، تا پایان جلسه تمام فایلای بالای 50 مگ درآورید. اطاعت میشیم. خیلی خوب بچه‌ها. موضوع دوم لیست خاموشه. فقط آدرس پارکینگ رو برام سرچ کن. باشه باشه. فعلا. چته؟ این دندون درد میکنه، شما هم که انگار نه انگار داری نرمش میکنی. صدا تو بیار پایین. نه الان محمود برات بکشتش، هم خودت راحت شی. اما پاتوی من اگه درخته که بکشدش، اگه با بچه داری حرف میزنی؟ زیاد حرف میزنی محمود. بله آقا. بچه ها بگو ماشین بیارن زیر ساخت. این دندون درد میکنه، من امروز باید نشونش بدم. بله خب نشون بده. نکنه میخوای بریم بیرون؟ چاره دیگه ای نداره. توقع داری الان اجازه بدم بری بیفتی تو خیابونا دنبال دندون پزشکی؟ شما فکر کردی همه دنیا شدن پلیس رو افتادن دنبال ما؟ بریم به مسکن چیزی بهش بدیم.
الو سلام جناب سرگرد. هرمان از تهران خارج شدیم. کیلومتر 23 اتوبان کرج پارکینگ شبانه‌روزی شماره 15. بله قربان چشم. تا کار کنه انجام میده باز هم مسئولیت داره. بله بفرمایید. سلام چی شد؟ تو پارکینگ در یکی از ماشین‌ها باز کرده. من توشو میگم. میتونی شماره ماشین رو برام بخونی؟ 25 باف 230 ایرانی ده. نگهبان من با تو تماس میگیرم. فعلا با اجازه. آقا شما بیا بریم معطل نکن عزیز من. بله آقا فندم. سلام خسته نباشید. سلام عزیزم. من ماشین برادرم خراب شده چند روز پیش توی اتوبان. آقا اونو برادرم اونجا عزیز من. بله. اون آوردنش اینجا دارن دنبال ماشین برادرم. قبضش داری؟ قبضشو نه ولی ببینم میشناسمش. برش شما بیا عزیز. ببینی میشناسی؟ بله. ببین. مرسی. کجا آقای زنم؟ از همینجا نگاه کن. از اینجا؟ جام سوان عزیزی. بله قربان. سابقه این ماشینو داره. چش. کسان میتونن برن تو چه قرض دارن. تازه اگه بخوام ماشینشونو ببرم. همین الان. برو عزیزم. برو. خب من اجازه نمیتونم تشخیص بدم که اون کرده. اصلا گیریم تشخیص بدی. وقتی که قرض نداری میخوای چیکار کنی آقا؟ ببین داداش بی خود شروع کشتن. من فنی ام. میخوام در کاپوتو بزنم بالا. ببینم اگه قطع خود برم بگیرم بیام همینجا حلش کنم برم. برو داداش. برو بگو خودش بیاد. برو. عزیزم برو. و اگه ببینمش مگه چی میشه؟ نمیشه میدونی یعنی چی؟ نمیشه عزیزم. تو این دنیا هیچ کاری نیست که نشه. شما بخوای حل. من نمیخوام. الو اشتیاق چه خبر؟ سلام جناب سرگرد. من ندیدم چیزی از ماشین خارج کنن. اصلا نفهمیدم دنبال چی هن. از کجا میدونی چیزی میخوان بردارن؟ شاید چیزی تو ماشین گذاشتن؟ مثلا چی قربان؟ جناب سرگرد ماشین منفجر شد. اجازه میدید دقیقه بررسی کنم خودم بهتون زنگ بزنم؟ آره برو. فقط خودتو به نگهبانی معرفی کن ببین چیزی از سرنشین اون ماشین یادشه یا نه. قربان مشخصات خودرو و مالکش رو سیستمتونه. اسم مالک آزیتا افشار حدود 3 روز پیش به خاطر سرعت غیر مجاز توسط پلیس اتوبان تهران کرج متوقف شد و به پارکینگ شماره 15 منتقلش کردن. از این خانم آزیتا چی پیدا کردین؟ حالا چیزی توی سیستم ما ازش ثبت نشده، فقط آدرسش رو داریم منطقه الهیه. خیلی خوب. با یکی از همکارا برین سر وقتش ببینین چه خبره. نذارین متوجه شما بشه. چش. چیزی نمونده بود کارشو تموم کنم. اگه پلیس ها جیر کشون نمونده بودن کلکه چی چنده بودم. وقتی یه کاری رو تمومش نمی کنی فقط این نیست که تمومش نکردی، یعنی بقیه ای راه هم بستی. دیگه هیچکی نمیتونه شروعش کنه. شهاب فراریش دادی،
لااقل اون موقع یه جا و مکان ثابتی داشت. حالا چی؟ دوباره روز از نو. چرا نمیری سر وقت فامیلاش؟ آدم وقتی در مونده میشه یاد کس و کارش میفته. خاله، عمه، دایی. کامران که فک و فامیل نداره. اما اون فامیل حساب میشه یا نه؟ بله، ولی مگه یه دونه عمو بیشتر داشت؟ برو سر وقت زن حبیب. برم که چی بشه؟ برو شاید یه خبری از فامیلش داشته باشه. کسی که فقط یه روز با حبیب زندگی کرده باشه محال حرف اضافه بزنه. پس تو به چه دردی میخوری؟ به حرفش بیار. دستم چه قبازه؟ دوست داری بگی اصلا حبیب و تو کشتی؟ من؟ آره، اینجوری شاید لااقل یه ذره ابهت پیدا کنی. یه هدیه از طرف من برای تو. آنتیکه، من به کار تو ایمان دارم پسر. چیکار کردیم بچه ها؟ به چیزی رسیدین؟ هیچ شماره‌ای به اسم خانم افشار پیدا نکردیم، نه ثابت نه همراه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. سلام. خسته نباشی، چه خبر؟ قربان، این خانم سه شبه که خونه‌اش نرفته، یعنی سرایدر سه شب پیش دیده که با چمدون از خونه اومده بیرون و دیگه برنگشته. سه شب پیش، یعنی همون شبی که پلیس ماشینش رو توقیف کرده بود. دقیقاً. عطای فهرست خروج از کشور رو بررسی کن. همین 10:08 شاید هم بعد از نیمه شب 11:08. موضوع کمی بوداره. وقتی ماشینشو میذاره پارکینگ، از نگهبان میخواد یه آژانس برای خودش و اون آقایی که همراهش بوده بگیره به مقصد تهران. میاد خونه، چمدونشو میبنده و میره فرودگاه. شاید هم میرن فرودگاه. بله قربان. ساعت 3:30 بامداد 11 آبان با پرواز ایر فرانس به مقصد فرانسه. بله، همه چی جور در میاد. حالا فقط باید بفهمیم اون آقایی که باهاش بوده و عصای سفید داشته کیه. عطایی توی سربار و فرودگاه دوربینای مدار بسته رو چک کن. تصاویر مربوط به این آقا رو میخوام. حتما یه دلیلی داشتی که سلیم امروز رفته ماشین رو منفجر کرده. شاید یه مدرک، یه چیزی تو ماشین بوده که شاید هم اثر انگشت. شاید اون آدم مهمی رد باشه. بفرماییدم ایمیل تایید. رنجک دادم. دیگه چی؟ من به این چیزا کاری ندارم. من سیستم خودم دارم. هنوز مونده تا خودتو رو من ثابت کنی. جانم آقا، فرکانسی ها؟ اینجا سو دستشویی. اما دنبالش برو برای دستشویی حسابی بگرد. چشمم. Thank you.
قربان گزارش آزمایشگاه. از لاشه سوخته ماشین نازی تا افشار چیزی به دست نیومده، فقط یه اثر انگشت داریم که با اثر انگشتی که از خودش گرفتیم مطابقت نداره. خب بچه تشخیص هویت دارن روش کار میکنه. سلام. سلام. امری نیست با اجازه. جناب سرگو تصویر اون مرد عصا به دست رو پیدا کردم، میخوایم ببینیم؟ آره آره. درسته، خودشه. اینم بعد از تو افشار باشه که کنده بشه، ولی اینجوری نمیشه شناساییش کرد. تصویر قابل تشخیص نیست. ببخشید قربان، ملاحظه میکنین؟ بچه های تشخیص هویت بعد از تطبیق اثر انگشت ماشین آزیتا افشار به این فرد رسیدن. بهادر قفاری. میشناسم اینو، این دلال اسلحه هست. مشتری ایرانش هم غالبا گورک های تروریستی ضد حکومتی هست. منوی تبینش هم عراق و سازمان های تروریستی هست. میشناسمش. جناب سرگرد، کاشفتون خبر میده فرستنده دوم قاصد هم چند دقیقه که کار نمیکنه. چه دستوری میفرمایید؟ بگو اطلاعاتشو برای من بفرسته. بله قربان. از کاشف یک کاشف دو. بفرمایید. میشناسمش. این پرونده هر لحظه داره وسیع‌تر و پیچیده‌تر میشه. مخصوصا با اضافه شدن این موجودات. بهادر غفاری. حدوداً 10-12 سال پیش خوردیم به پستم. سلاح سبک، سنگین، خودکار، درگیری اساسی. همه گروهشون یا کشته شدن یا دستگیر، جز خودش که شواهد نشون میداد مثل که از کشور خارج شده و عملاً پرونده به بن‌بست رسید. حالا با برگشتنش چه سر برد؟ احتمالاً خیالاتی دارن. توی گزارش تهیه کن از احتمال شکل‌گیری یه عملیات خرابکارانه و گسترده. اینا احتمالاً تأمین کننده سلاح برای این سازمان تروریستی هست. بیشتر باید مراقب تحرکاتشون باشیم. چیکار کردی مهران؟ فایل مربوط به قاصد رسید. بفهمی قربان. ما یه قرار 24 ساعته با ایمان داریم. یادته؟ بله. منتظر میمونیم. شهاب چی کار کردین؟ پیگیریم قربان. بچه ها شبانه روز دم خونهش مراقبن. ولی هنوز هیچی. دوربین های مربوط به خروجی های تهران رو بررسی کنید. رد ماشینش رو بزنید. شاید از اون طریق بشه پیداش کرد. سهیل جان، تو درس نداری؟ نه مامان، کارامو کردم. داداش این چیه؟ بکشون و الان قاطی میشه. سهیل برو یه دقیقه، این مهمه. بیا اینجا بابا، بیا ببینم چی میگی. بیا اینجا، بیا. چیه بابا؟ جان سهیل اصلا اخلاق نداره. خب نباید سر به سرش بذاری، داداش الان ذهنش درگیر. آخه تقصیر شماست دیگه. اون چی بود براش گرفتید؟ اون یه برد جی اس ام بود با یه سیم کارت بابا. سیم کارت؟ آره.
یعنی هرچی بهش بگیم همون کارو میکنه؟ نه دیگه، تا اون حد نه بابا. میشه دستورای کوچولویی رو با کنترل از راه دور براش فرستاد. مثلا بهش بگی برو راست، برو چپ، برو بالا، برو پایین، اینجور چیزا. سهیل، مامان جا این چسبا رو کی میخوای از کف خونه بکنی؟ حالا میکنم مامان. اگه الان اینا رو بکنیم ربات خونه‌شو گم می‌کنه. خونه‌شو گم می‌کنه؟ آره مامان، دیروز خونه‌شو گم کرد. انقدر بامزه این خطا رو گرفت. صاف رفت تو اتاق سهیل. راست میگی؟ آره مامان. اینا رو کشیدم که اگه یه موقع ربات فرمان نگرفت، یکی از این خطا رو پیدا کنه و صاف بره تو اتاق من تو پارکینگش. چه فکر جالبی کردی. حالا داری واسه چی خونه رو متر می‌کنی بابا؟ چون هیچ راه دیگه نداره بابا. باید یه مقیاس ثابت متریک پیدا کنم تا اینطوری مختصات هر نقطه توی خونه رو پیدا کنم. اون وقت هر موقعی که بخوام میتونم رباتو از یه نقطه به نقطه دیگه بفرستم. اونم از راه دور. از راه دور. احسن. دقیقاً کاری که باید می‌کردی بابا. آفرین. پس مسیری که دارم میرم درسته. درسته. سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. چی شد بچه ها؟ صبح بخیر. صبح. از لیست خاموش چه خبر؟ تا حالا که چیزی پیدا نکردیم. به محتوای فایل های سپرمدانی دست پیدا کردیم؟ بله قربان، الان همه فایل ها در دسترسه. همین الان داریم اونا رو طبقه بندی میکنیم. خیلی خوب، بجنبید. آقا مشکل اینجاست که نمیدونیم اصلا بعد دنبال چی بگردیم. درست مثل نمیمونه که تو دریا دنبال سوزن بگردیم. آقا جون من، لیست یعنی فهرست. یعنی یه تعداد آیتم که پشت سر هم فهرست شده باشه. حالا یه سازمان تروریستی و جاسوسی کارش چیه؟ خرابکاری، ترور، قتل، انفجار، جنگ نه. خدا پدرتونو بیامرزه. پس در درجه اول باید دنبال یه لیست باشیم. لیست اسم، مکان، هدف، از این جور چیزا. این که دیگه مشخص آقا. این لیست خاموش یه ویژگی دیگه هم داره. محرمانه است. اونطور که از صحبت‌های جمشید کاظمی برمی اومد یه سری اطلاعات محرمانه و کاملا مهم پیدا کرده که داره سازمانش رو تهدید می‌کنه. بله. وقت نداریم، بجنبی. جناب سرگرد، ببخشید. یه موضوعی خیلی ذهن منو درگیر کرده. گفتم اگه وقتشو داریم باهاتون در میون بذارم. چی شده؟ قربان، من با کمک همکارا یه بار دیگه پرونده جمشید کاظمی رو بررسی کردم. سفرها، ارتباطاتش، خانواده. خب ظاهراً آخرین بازمونده خانواده جمشید کاظمی پدرشه که پارسال فوت کرده، ولی من تو تحقیقاتم به یه اسم جدید برخورد کردم. حبیب کاظمی که طبق اسناد موجود باید عموی جمشید کاظمی باشه. خوبه، این سرنخ خوبیه. همین پیگیری کن ببین به چی میرسی. من انجام دادم. یه بار که از مسیر جستجوی عکس نام برده وارد سیستم شدم، دیدم این عکس با اسامی مختلف 4 بار مرگ برش ثبت شده. خودتون نگاه کنین، 2 بار ایران، 1 بار فرانسه، 1 بار انگلیس. چطور ممکنه؟ جالبه. واسه نشون میده که این عموه آدم معمولی نیست. بله دقیقا. خب دیگه؟ دیگه فعلا همین. این سرنخ خوبیه، همین رو ادامه بده. اگرم کمک خواستی بگو، من به بچه ها بگم کمکت بکنم. چشم. یه سری هم به دیتابیس سازمان املاک و اسناد بزن، ببین زمینی ملکی چیزی به نامش ثبت شده یا نه. الو کامران، فکر کنم قراره امشبش رو در بردن. خب یه لحظه. ساعت 4 بعد از ظهر با مهندس باجلان تمرین گلف داره. دیگه ساعت 10 شب هم تو هتل بزرگ شهر یه قرار داره با یه تاجر نیوزلندی زاره. نفهمیدی برای چی؟ فکر کنم برای امضای قراردادی چیزی باشه. اینا هر دو برنامه امشب هم دیگه. آره. خیلی خوب، تو دیگه برو سراغ کاری که بهت سپردم. یعنی من کارم اینجا تمومه؟ آره دیگه. در جریان باش، من یه چند روزی نیستم. یعنی نمیدیدم؟ یه چند روزی گرفتارم. چند روز؟ حالا بهت میگم، تا برگردم کارات ردیف شده باشه. باشه، خیالت راحت. خدا حافظ.